عروسی اسلامی ما براتان چلنج میدم که اونم عروسی اسلامی است که او باید غنا باشه. عروسی همیشه مملو از خوشحالی و خوشبختی میباشه. این غنایی که امروز در افغانستان است، این موسیقی که در افغانستان است که دختر مسلمان در مقابل سازنده میرقصه، برازی بگویم که نخیر صاحب، تو کسی که دخترت پیش سازنده در محفلت میرقصانی، تو هیچ نسبتی به رسول الله نداری. مگر میشه جوان مسلمان عروسی غیر اسلامی برگزار کنه؟ کسی که مسلمان باشه غیر اسلامی نداره. آدمای ما، بزرگان، آبا و اجداد ما میگفتن اگر میخواد داد مستجاب بشه برو پیش تازه دامادی که تو حجله است، تازه عروسی که تو حجله نشسته. الله تعالی سه تا تحفه را در نکاح قرار میدهد و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. از نمونه آیات الله تعالی این هست که خداوند متعال از جنس شما، از وجود شما برای شما همسر قرار داده، زوجه قرار داده. لتسکنوا الیها، اولین چیزی که ازدواج میاره سکون و آرامش هست. بزرگترین نعمت ازدواج است، حفظ نسل و نسل بشریت، خانواده بشری در چوکات قانون الهی. قرآن بیان میکند سه چیز را شما در نکاح میتوانید جوانم ببینید: یک، سکون و آرامش را، دوم، مودت و دوستی را، سوم، رحمت را. من میخوام چون اینجا اکثرا اهل علم هستن، والله ما چند روز پیش در عروسی اسلامی دیدم که به نام اسلامی بود، 100 نفر خو کافر شد. از این خاطر من امروز این واقعیت برای شما میگم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. دوستان عزیز، اسلام دین دنیا و آخرت است. ازدواج در اسلام با ازدواج در نزد دیگران فرق میکنند. اسلام دین کامل است. برنامه ازدواج اسلام تنها بر از این نیست که یک کسی تنها به نفس خود فکر بکنه، به غرایز خود فکر بکنه، بلکه در پهلوی نفس و غرایز حفظ نسل بشریت است، حفظ خانواده هاست، حفظ آبروی یک زن و یک دختر است، حفظ آبروی دو خانواده هست. ارتباط زن با مرد به اساس مشروعیت است، حفظ حقوق طفل است، حفظ یک جامعه انسانی است، حفظ کرامت انسانی است. پس ازدواج تنها به خاطر از این است که من درباره خود فکر بکنم، بلکه من ازدواج میکنم تا در جامعه انسانی زندگی بکنم. من ازدواج میکنم تا به خانواده همسرم احترام داشته باشم. من ازدواج میکنم تا حقوق زن پامال نشه، تا زن وسیله خواسته های مردان بد اخلاق نشه. من ازدواج میکنم تا با کسی که ازدواج کردیم جنت در زیر پای از او باشه، او مادر باشه. و من ازدواج میکنم به خاطر از اینکه نسل انسانی ادامه پیدا بکنه. پس چرا واقعیت برای مردم نمیگی؟ چرا میخوایم یک چیز دیگر نامش اسلامی بانیم در حالی که اسلامی نیست؟ در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که انصار غنا را خوش دارند.
نیست کسی که در بین از اونها غنا باید باشن، لکن ما باید برای مردم بفهمیم که کدام غنا در عروسی ها در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم در محافل عروسی و خوشی دف بود. دف بود، دف یعنی دایره بیزنگ. در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نبود که بیای مثلا مردم گفتن که اگر مردم ببینن عروسی اسلامی از رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود او قسم بکنه. آیا در عروسی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم ای اسرافی که امروز هست ای بود؟ ما و شما اینمی اسرافه، اینمی تبذیره، اینمی هتل هایی که کدام جای از کدام حلقه درس است که عمو تو جای لکس برش باشه، برای درس تفسیر جای نداریم، برای درس قرآن جای نداریم. این هتل هایی که از تمام روز در این هتل ها تمام روز در این هتل ها اونمو دخترای مسلمان هستن که در این میرقصن. پول رئیس هتل حرام است، پول معاشی که در این هتل ها گارسونا میگیره حرام است. او کمرمه اینه که دختر مسلمانه رقصش فیلم برداری میکنه و نشر میکنه، معاشش حرام است. چرا برش نمیگیم؟ جرأت گفتن نداریم. همیشه برای ظالم گفتن نمیتونیم که تو ظالم هستی، برای حرام خور گفتن نمیتونیم که حرام خور هستی. آیا ای اسرافی که میشه ای در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود؟ عروسی که در هتل گرفته شده بود نامش اسلامی نمانین، عروسی که در هتل هایی که غذاهای مینوش 600 700 1000 1200 است نام از این اسلامی نمانین. اسلام زیبا را بدنام نکنین. بگوین برای مردم که برادر در عروسیت عروسی اسلامی کدام عروسی هست؟ اقلها مؤونتن چی معنا که مصرفش کم باشه؟ خود رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که عروسی کردن در محفل عروسی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی توضیح شدن؟ امروز اونمو عروسی نامش اسلامی بان که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن. عروسی اسلامی اول اینمی کسایی که میگه ما عروسی اسلامی میکنیم رفتیم در عروسیش، اولین خیانت و جنایتش چی است؟ یکی از صاحب نیمه نکاح بسته میکنن، میگه نیمه حلال. چی مانا نیمه حلال؟ در کدام کتاب است نیمه؟ کدام نماز نیمه هست؟ روزه نماز هست؟ زکات نیمه هست؟ به خاطر این میخواه که داماتش شوای جمعه در خانهش یک سیر سیب و پندک خوراک بیاره و ای با بسیار بیغیرتی دختر نامشروع خود بر از او دامات خود پیش بکنن، نام از این نیمه نکاح میمانه. یک روز یک کسی برای ما زنگ میزنه میگه استاد فلانی نفر نیمه نکاح کرده بود، آل خانهش اشتک شدن، کلگی ای طفل نامشروع میگن، لاوارث میگن، ای را چطور کنیم؟ ما گفتم ای را ببر در بغل امو مولوی پرتو که نیمه نکاح از ای را بسته کده. برش بگو که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم نیمه نکاح بود گردن تو بسته که تو آمدی ایره در بین مردم بگی. در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم شیرنی خوری بود الیس فیکم رجلان رشید؟ آیا در بین شما یک انسان با عقل و با فکر نیست که واقعیتها را برای مردم بگه؟ در عصر امروز اگر به طریقه اسلامی همین کسایی که ادعای اسلامی میکنن، او که سازنده است، او که دختر خود از زیر ساز میرقصانه، او که ناموس خود از زیر پیشروی گارسون میرقصانه، او که بیرقش بالا هست، اما بیاین برادرهایی که میگن ما اسلامی میکنیم، آیا در عصر رسول الله هم یک تنها یک بچه نمی رفت خواستگاری یا 16 تا زن رایی میکرد؟ برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.